ما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به معادن اورانیوم ایران. غلامرضا آقازاده، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران، از کشف معادن جدید اورانیوم در ایران خبر داد و گفت معدن اورانیوم بندرعباس در مقایسه با ساقنده یزد معدنی روباز است و از این نظر سرمایه گذاری اندکی برای جمع‌آوری و انتقال سنگ معدن لازم است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: این که گفته می شود ایران دارای معادن اورانیوم نیست، باید اعلام کنم که بر چه اساسی مطرح می کنند؟ آیا آنها اکتشاف کرده اند؟ اگر این گونه است به ما هم اطلاعش را بدهند. ایران معادن اورانیوم غنی و امید بخشی دارد. بهره برداری از معادن اورانیوم ساقند، کارخانه تولید کیک زرد شهید رضایی نژاد و شتاب دهنده رودوترون همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای با دستور محمود احمدی نژاد آغاز شد. بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد. ایران با بازدید بازرسان آژانس از معدن اورانیوم گچین موافقت کرد. رئیس هشتمین کنگره سالانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران: طی سالهای اخیر با افزایش میزان سرطانها در یزد مواجه هستیم که دلیل آن وجود معادن اورانیوم در اطراف این شهر است. بروز سرطانهای ریه و معده بیشتر بوده است. موافقت ایران با دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به معادن اورانیوم و فرایند تخلیص اورانیوم بر مبنای توافق هسته‌ای ژنو. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس به زودی انجام می شود. زمان بازدید بازرسان از معدن گچین بین ماه‌های ژانویه و فوریه است. خب، مهمان امشب افاق آقای دکتر مهران مصطفوی، رئیس واحد تحقیقاتی فیزیک شیمی در مرکز مطالعات علمی فرانسه. ایشون متخصص اثر شیمیایی تشعشعات هسته‌ای هستند. از پاریس به ما می‌پیوندند آقای دکتر کاوه افراسیابی، کارشناس سیاست خارجی و برنامه هسته‌ای ایران. ایشون کارشناس ارشد پیشین مرکز تحقیقات استراتژیک بودن از بوستون در ماساچوست با ما هستن. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای مصطفوی، توافق ژنو هم طور که ابتدا هم اشاره شد و میدونید، یک بخشیش اشاره به این داره که دسترسی به معادن اورانیوم رو برای بازرسان آژانس فراهم میکنن و آقای صالحی هم اشاره کرد که قرار هست آژانس به زودی از این معادن به ویژه از گچین بازدید بکنه. حجم اورانیوم خامی که ایران داره در این معادن چقدر برآورد شده و چقدر صرفه اقتصادی داره این دسترسی به این معادن با در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی؟ قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم، نمیتونم درباره صحبت‌های آقای روحانی در خوزستان حرفی نزنم. واقعا بسیار شگفت آوره که مجبور شدن توافق ژنو رو امضا کردن که در اصل یک تسلیم نامه است و در خوزستان ایشون بگه که جهان شرق و غرب در مقابل ایران تسلیم شد. واقعا نمیتوانم تصور کنم که چه مقدار میشه تحریف حقیقت کرد و سیاست و زبان فریب به کار برد. این درباره صحبت‌های آقای روحانی در دیروز در خوزستان. در اونچه که مربوط به معادن ایران میشه و
در ایران معادن خیلی زیادی داره، با اینکه 1% جمعیت دنیا رو داره، حدود 8% معادن دنیا در ایران هستن. ولی اونچه که مربوط به اورانیوم میشه، همینطور که در برنامه شما گفته شد، ایران دو معدن اصلی داره که یک معدنش معدن گچین هست در بندر عباس که یک معدن روباز هست و یکی هم معدن ساغند در نزدیکی یزد. اونچه که مهم هست برای معادن اورانیوم این هست که درصد اورانیوم سنگ این معادن چه میزان هستش. اگر درصد این اورانیوم سنگ معادن بیشتر از 2% باشه، از نظر اقتصادی این معادن سود میتونن داشته باشن و خوب هستن برای استخراج. اگر درصد اورانیوم بین 1 تا 2% باشه، به هر حال میگن میشه ازش استفاده کرد، ولی اگر درصدش از 1 کمتر باشه اصلا قابل استفاده نیست. حالا معادن گچین بالاتر از 1% هست، حدود 1.2% هستش، یعنی میتونیم بگیم که قابل استفاده است. ولی معدن ساغند زیر 1% هست، حتی زیر 0.5% هستش. به خاطر این اصلا از نظر اقتصادی بهره برداری از اونجا امکان توجیهی نداره. این معدن حدود 20 ساله داره ساخته میشه. طرح اولیش رو، ساخت کلیش رو روس‌ها دادن، برای که زیرزمینی است، مشکلات فنی داره، حدود 300 متر زیر زمین، بیشتر از 300 متر زیر زمینه، 3 حفره بزرگ داره. و بعد از اینکه روس‌ها خودشون رو از این برنامه کنار کشیدن، چینی‌ها طرح نظارت رو بر این معدن به عهده گرفتن و بالاخره فقط 1 سال هستش که این معدن به کار تولید و استخراج اصلی اورانیوم رسیده. معدن ساغند حدود 50 تن اورانیوم در سال میتونه تولید بکنه و گچین حدود 20 تن در سال میتونه اورانیوم تولید کنه. فعلا در شرایط فعلی اگر ما میخواستیم برای راکتور بوشهر از اورانیوم ایران استفاده کنیم، که فعلا کوچکترین استفاده ای نمیشه، برای که روس‌ها تا 10 سال سوخت بوشهر رو تأمین میکنن، حداقل تا 10 سال، و من در بعضی از مدارک خوندم تا 20 سال، احتیاج به 250 تن اورانیوم هست. بین 200 تا 250 تن بستگی به کارکرد اون نیروگاه داره. برای چه مدت؟ با توجه به برای مدت 1 سال. به خاطر این هستش که در با توجه به تولیدی که معادن ساغند و معدن گچین دارن، به هیچ وجه حتی برای یک راکتور بوشهر هم کافی نیستن. در واقع جمع اون چیزی که شما اشاره کردید حدود 70 تن، یعنی در جمع گچین و ساغند به روی هم 70 تن در سال میتونن اورانیوم در شرایط فعلی تولید بکنن. اشاره میکنید که بوشهر به تنهایی 200 تا 205 حدودا لازم داریم. راکتورهای دیگه ای که داریم، راکتور تهران هستش که اصلا که اورانیوم غنی شده 20% نیاز داره، که به گفته خود مسئولان ایرانی ما برای 35 سال کار کرده این راکتور اورانیوم غنی شده فعلا در ایران داریم. و راکتور عراق هم که در حال ساختش هستن و 90% کارش به پایان رسیده و متاسفانه طبق قرارداد ژنو نمیتوانن اون کار رو ادامه بدن و نمیتوانن این راکتور رو راه بندازن، بر فرض هم که راه بیفته، فقط اورانیوم طبیعی درش استفاده میشه و اون هم مصرف بسیار کمی داره. پس سوال اصلی این هستش که این معادن و این تولیدات و این سرمایه گذاری ها به چه درد میخوره، خصوصا که الان ایران 7 تن اورانیوم غنی شده 5% داره، ولی حتی از 1 گرمش هم نتونسته استفاده کنه. به غیر از این، ایران در خارج از کشور هم معدن داره. نمیدونم، در کشور نامیبیا که یک سومین معدن بزرگ جهان، معدن روباز جهان در اونجا وجود داره، که ایران 15% سهم این معدن رو داره، که یک معدنی است که دست شرکت انگلیسی استرالیایی هستش و به خاطر تحریم ها الان متاسف مشکل پیدا کرده ایران. به خاطر تحریم ها ایران نمیتونه اونجا دخالتی داشته باشه و حتی نمیتونه از اون اورانیوم اونجا استفاده بکنه. مشکل دقیقاً چه هستش آقای مصطفی؟ قطعنامه 1929 گفته که ایران امکان وارد کردن اورانیوم، یعنی کشورها نمیتونن به ایران اورانیوم بفروشن، به این جهت هست که ایران اونجا هیچ گونه در واقع حقی در حداقل در شرایط فعلی نداره. در شرایط فعلی نداره
و این سهام اونجا در سال 1975 در رژیم سابق خریداری شده، همچون کیک زردی که از آفریقای جنوبی در رژیم سابق خریداری شده، و تا حالا تمامی فعالیت‌های ایران از طریق برای غنی‌سازی با استفاده از همون کیک زرد صورت گرفته. پس اگر من بخوام خلاصه بکنم، معادن یا معادن ایران دو مسئله دارن. یک مسئله از نظر کمی، یعنی میزان اورانیمی که وجود داره و شناخته شده و محرز هست، بسیار کم هستش. البته اورانیوم احتمالی، معادن احتمالی وجود دارن. اون معادن احتمالی هم میگن حدوداً همین اندازه است، ولی معلوم نیستش و فعلا تحقیقات جدی به عمل نیومده. و بالاخره این که ارزش اورانیوم این معادن پایین هستش، یعنی از نظر اقتصادی به صرفه نیستش که از این معادن استفاده بشه، به خاطر درصد بسیار کمی که سنگ معدن این معادن داره. آقای مصطفی، خلاصه این که عذر میخوام صحبتتون قبل از اینکه ما بخوام بحث رو با آقای دکتر افراسیابی دنبال بکنیم، یه نکته رو من میخوام، چون اشاره کردید به اینکه اینها این سنگ اورانیوم اینها چقدر به صرفه است به لحاظ اقتصادی، صرف نظر از اینکه چه حجم اورانیوم قابل استخراج هست، یه گزارشی رو من جدول رو دوست دارم خیلی کوتاه ببینیم، دو سه نکته از روش صحبت خواهیم کرد. جدولی که در این گزارش مشترک بنیاد کارنگی و فدراسیون دانشمندان آمریکایی تهیه شده، کشورهای دنیا رو در واقع تقسیم بندی کرده به ارزش گذاری میزان اورانیومی که اینها میتونن بهره برداری بکنن. در این گزارش همونطور که میبینید ایران در اون دوره که تا سال 2012 رو در بر میگیره، 2000 همونطور که میبینید در ردیف چهارم، 2500 تن اورانیومی داره که در بخشی هست که به اصطلاح برای هر کیلوگرمش $260 باید هزینه بشه برای بهره برداریش، و 2500 تن هم در بخشی اورانیوم داره که برای بهره برداری از هر کیلوش $130 باید هزینه بکنه. الان البته ایران ادعا میکنه که این حجم به 28000 تن رسیده، ولی عمدتا هم توی کشور کردی در همین حوزه است، یعنی در بخش اورانیوم نیست که باید $260 برای برداشت هر کیلوش هزینه بشه. بعد مقایسه که میکنیم در کشورهای دیگر در دنیا، برزیل 138000 تن تقریبا اورانیومی داره که میتونه برای هر کیلوگرمش $40 هزینه بکنه برای برداشتش. چین و قزاقستان که می‌بینیم 59200 تن دارن در همون حوزه $40، و قزاقستان هم $47000، و کشورهای دیگه حتی در حوزه همین $260 هم، استرالیا 1,738,000 تن اورانیوم داره در اون بخشی که برای هر کیلوش $260 هزینه خواهد شد. کشورهای دیگه که هستن، آمریکا 472,000 تن در اون حوزه داره، آمریکا در بخش 130، یعنی برای هر کیلوگرم $130 هزینه، 207000 تن، و در بخش $80 برای هر کیلو 39100 تن. وقتی این تصویر کلی رو در دنیا می‌بینیم، کشورهای مختلفی که الان به صرفه است، برای اینکه وقتی صحبت از این می‌کنن که چرا بسیاری الان به سمت برزیل میرن و چرا برزیل تبدیل شده به بزرگترین صادرکننده اورانیوم در دنیا، به خاطر اینکه صرفه اقتصادی داره، برای هر کیلوگرمش برزیل $40 بیشتر هزینه نمی‌کنه. آیا در این وضعیت برای ایران با توجه به تمام فشارهایی که وجود داره به صرفه هستش که $260 برای برداشت هر کیلو کانسنگ اورانیوم هزینه بکنه به نظر شما؟ برای ایران و مردم ایران مسلما نه. پس حتما این رژیم یک سودی داره که این سیاست رو ادامه میده، و این سوال رو باید از حاکمان ایران کرد. اینها هیچ توجیهی، شما هر بعد سیاست اتمی ایران رو در نظر بگیرید، چه سیاست استخراج اورانیوم، چه سیاست غنی‌سازی اورانیوم، چه سیاست ساختن راکتور عراق، میبینید که اینها هیچ کدام توجیه ندارن و متاسفانه هزینه های بسیار سنگینی به روی ملت ایران گذاشتند، که این هزینه ها با توجه به تحریم ها بین چند صد میلیارد دلار تا چند هزار میلیارد دلار برآورد شده، و واقعا یک فاجعه بزرگ اقتصادی است این سیاست اتمی ایران. بله. و از گروگانگیری و از جنگ ایران و عراق بیشتر برای ایران و اقتصاد ایران ضرر داشته، ولی متاسفانه نه تنها پاسخگو نیستند، بلکه در اجتماعات از پیروزی ایران صحبت میکنند که ما موفق شدیم غرب و شرق رو شکست بدیم، و این هم خلاف کامل حقیقته، برای که قرارداد ژنو در این 6 ماه به هیچ وجه اجازه نمیده حتی 1 گرم ایران اورانیوم غنی بکنه، و بعد از اون هم طبق گفته‌هایی که فعلا ما شنیدیم و بعدا مشخص خواهد شد،
تا 3 سال اینها میخوان دوره راستی آزمایی با ایران بگذارن، یعنی تا 3 سال کلیه این برنامه ها متوقف خواهد بود. بله. شما ببینید که چه هزینه های کشوری که این همه منابع نفت، گاز، خورشید، آب، باد داره برای تولید انرژی، بیاد این هزینه ها رو یا هست و نیست کشور رو بده برای چه کاری؟ برای اینکه اهدافی که ایران در زمینه اتمی دنبال میکرده در آغاز این برنامه اهداف برای تولید انرژی نبوده. خب برمیگردیم به شما. سعی کردیم بخش فنی رو تا حدودی با شما ابتدای برنامه بریم و بعد بحث رو با آقای افراسیابی دنبال بکنیم. آقای افراسیابی، شنیدید صحبت ها رو، شما هم سال هاست که به طور جدی درگیر برشک این مطالعه و پیگیری برنامه اتمی بودید و اطلاع دارید از بسیاری از این جزئیات، نیاز به تکرار اینها نیست. آقای صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ایشون وزیر خارجه هم بودن، صراحتاً شنیدید در صحبتشون گفتن که بر چه مبنای ادعا میکنید که ایران اورانیوم کافی نداره؟ مگر شما تحقیق کردید؟ مگر شما فضای داخل ایران رو میدونید؟ ما چه مطالعات کردیم؟ اونطور که شما اطلاع دارید، آیا ایران اورانیوم کافی داره برای نیازهایی که ازش صحبت میکنه و برنامه اتمی که دنبالش هست؟ با سلام به شما و بینندگان محترم، در ابتدا واقعا مایه تأسف است که یک دانشمند شیمیست ایرانی مقیم پاریس باید این همه دچار اشتباهات فاکتوال در مورد مسائل ابتدایی برنامه هسته‌ای ایران باشه که انشاءالله بعداً در موردش توضیح خواهم داد. اما در پاسخ به سوال شما، خب ببینید، همطور که در ابتدای برنامه‌تون گفتید، در حال حاضر ایران از دو معدن روباز و عمقی در ساغند و گچین استفاده می‌کنه. مراحل تحقیقات برای دستیابی به معادن احتمالی هم چندین سال است که در جریان هست و یک پیشرفت‌هایی هم حاصل شده و آژانس بین‌المللی هم در بعضی از این برنامه‌ها دست داشته. اشاره به آژانس بکنم که از سال 2004 اینها خواهان دسترسی و بازرسی از معدن گچین بودند و اگر به گزارش سال فوریه 2008 آژانس نگاه بکنید، جزئیات مفصلی در مورد مذاکرات بین ایران و آژانس در مورد معدن گچین که نه فقط معدن بلکه همچنین یک مرکز کوچک تصفیه سنگ اورانیوم برای ایجاد اورانیوم اکسید موسوم به یلوکه کیک زرد هست و فکر کنم که دلیل اصلی درخواست آژانس برای دسترسی به گچین هم این است که بدون چقدر کیک زرد ایجاد شده، در کجا نگهداری میشه و غیره. چرا آقای افراسیابی تا الان ایران مخالفت کردید با دسترسی بازرسان به گچین؟ خب ببینید، بر اساس پادمان امضا شده بین ایران و آژانس، معادن اورانیوم رو شامل نمیشه و این اجازه دسترسی به صورت داوطلبانه، نه به عنوان یک الزام حقوقی از طرف ایران به تصویب رسیده شده و برای ایجاد اعتماد سازی بیشتر و کسب اطمینان بیشتر از طرف آژانس برای عدم انحراف از برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران، و این بر اساس توافقی بود که 11 نوامبر بین ایران و آژانس انجام گرفت و در راستای روند اعتمادسازی و توافق دو جانبه است که منعکس در توافقنامه ژنو هست که گام آغاز نهایی ایران از ستم تحریم‌های ناعادلانه بر ضد ایران هست. متاسفانه آقای مصطفی به اشتباه گفتن که توافقنامه ژنو هیچ گونه حق غنی‌سازی به ایران نمیده. اشاره‌شون در مورد غنی‌سازی 20 درصدی بود، من فکر می‌کنم منظورشون این بود. نه، به هر حال ایشون به طور کلی گفتن، حقایق دیگر هم اشاره کردن که کاملا اشتباه است. به طور مثال معدن گچین، ایشون نمیدونم اطلاعاتشون از کجا آوردن که غلظت اورانیوم صرفا در 1.1% است. اتفاقا این معدن به صورت ناهمگون هست و آزمایش‌هایی که از طرف آزمایشگاه بسیار مجهز شیمیایی ایران در مرکز تحقیقات
تهران انجام گرفته و پارامترهایی که اونا در گچین به اجرا گذاشتن نشون میده که سطح اون بالاتر از اون چیزی هست که آقای مصطفی گفتن. در مورد ساقند هم اگر ایشون به همون گزارش 2011 آقای دیوید آلبرایت رجوع بکنن میبینن که برخلاف اون چیزی که ایشون گفتن که غلظت اورانیوم زیر 0.5% هست، آقای آلبرایت میگه 0.555%، یعنی بالای 0.5%. این از جمله اشتباهات خیلی فاحش آقای مصطفی بود که البته من این رو بگم که در مورد ساقند، اگه آقای مصطفی مطلب دونتون بشنم، در مورد ساقند گزارش مشترکی که من ابتدای برنامه بهش اشاره کردم، در اون گزارش هم اومده که این 0.5% هست، حالا گفتن که زیر، ولی اون در اون گزارش هم مشخصا اومده که 0.5% از غلظت اورانیوم در معدن ساقند در میزان در واقع کانسنگ هایی که برداشت میشه. این نکته رو من قبل از اینکه صحبت آقای مصطفی رو واکنش ایشون دارم بشنویم، آقای خواهش کنم اجازه بدید آقای، ببخشید آقای دهقان، شما بفهم. نیم ساعت اول مصاحبه رو با آقای مصطفی گذاشتید، من به روش مصاحبه شما اعتراض دارم. من دارم با شما صحبت میکنم، دو نفر رو به استودیو میارین، من دارم ادامه صحبتام با شما صحیح نیست که ادامه. بله، من دارم از شما سوال میکنم. عرض به حضورتون که پرسش این هست که صحبت از این شد که آیا اورانیوم کافی هست، شما اعتقاد دارید که پس ایران اورانیوم کافی برای این برنامه اتمی داره؟ اینطور نیست که اورانیوم ایران کفاف این برنامه رو نده. این رو اول میخوام روشن بکنیم، بعد در مورد صرف اقتصادیش بپرسیم. ببینید، خب ببینید، ایران یک برنامه توسعه هسته‌ای داره که مقداری از نیازهای اون از لحاظ داخلی مطمئناً میدونید فراهم میشه، ولی ببینید اکثر کشورهایی که راکتورهای اتمی دارن، خود آقای مصطفی در فرانسه زندگی میکنن که 80% برقش رو از راکتورهای اتمی میگیره، 1% از اورانیومش هم در داخل تولید نمیکنه، همش از کشورهای آفریقایی میاد. و ببینید که کشور فرانسه در این کشورهای آفریقایی، مستعمرهای قبلیش و غیره، چه فاجعه های زیست محیطی ایجاد کرده. در 31 کشور دنیا راکتورهای اتمی وجود دارن، 347 راکتور اتمی وجود داره، 73 راکتور اتمی در حال ساخت هستند. در ایران فقط یک راکتور اتمی بزرگ و یک راکتور تحقیقاتی پزشکی در تهران وجود داره و برنامه های ایجاد چندین راکتور دیگه هم در دستور کار ایران قرار داره. به نظر من این مسئله که ایران از لحاظ اورانیوم طبیعی خودکفا است یا نه، یک مسئله ثانوی است و اهمیت خیلی زیادی به اون داده شده، چون اکثر کشورهایی که راکتور اتمی دارن وارد کننده اورانیوم هستند. پس شما تایید میکنید که بر اساس اون بسیار پس شما تایید میکنید که در اساس اون متوجه شدم منظورتون، میخوام فقط روشن بکنم که شما تایید میکنید که اورانیوم کافی برای اون برنامه اتمی که مد نظر دارن. آمارم آقای مصطفی دادن، گفتن 70 تن اگر تولید اورانیوم ایران از گچین و ساقند باشه، بوشهر حدود اگر 250 تن هم نگیم 200 تن احتیاج داره در سال اورانیوم مصرف کنه. شما پس تایید میکنید که این اورانیوم کافی الان حداقل وجود نداره، حالا اگر بعدها ممکنه معادن دیگری کشف بشه و بررسی بشه، الان موضوع بحث ما نیست. خب ببینید، ما حدود 600 تن از آفریقای جنوبی در اواخر سالهای 70 وارد کردیم که مقداری از اونم هنوز باقی مونده و مقداری از این اورانیوم که تصفیه شده و غنی شده هم برای استفاده از راکتور تهران به خرج گذاشته شد، برخلاف اون چیزی که آقای مصطفی گفتن، و بنابراین استفاده داخلی داشته. ولی دوباره تکرار میکنم، این مسئله که ایران خودکفا است کاملا 100% این را از داخل تولید بکنه یا اینکه وارد بکنه، ببینید این مسئله ثانوی است، چون اکثر کشورهایی که برنامه هسته‌ای دارن اینو وارد میکنن، خودشون ندارن، و بنابراین چرا ایران رو انگشت بگذاریم و بخوام از این مسئله یک پیرهن عثمان بسازیم؟ نه طبیعتا بحث الان کارشناسی ما دقیقا همینه که آیا این میزان از اورانیومی که در ایران وجود داره با توجه به همین مطلبی که شما صحبت کردید، آیا صرفی اقتصادی داره که هزینه بگذاریم اورانیومی که بر اساس استانداردهای بین المللی 260 دلار برای هر کیلوش باید هزینه بشه، بهره برداری بشه و نهایتا هم کفاف این برنامه اتمی رو نده؟ صحبت سر اینه. من این نکته هم میخوام آقای دکتر افراسیاب باهاتون در میون بگذارم. بحث این هست که این برنامه چقدر
متناسب، یعنی ما چقدر اورانیوم خام داریم میتونیم تولید بکنیم و برنامه غنی سازی، یعنی نهایتا قرار این اورانیوم بیاد و غنی سازی بشه. اگر در بهترین شرایط بپذیریم که نتنز قرار 50,000 سانتریفوژ درش نصب بشه، الان اگر اشتباه نکنم چیز حدود 12,000 سانتریفوژ بیشتر دارن فعال نیست، کار نمیکنه، و در فوردو هم که هنوز هیچ سانتریفوژ عملا فعال نیست، قرار 3,000 سانتریفوژ اونجا نصب بشه. در مرکز برزیل، در مرکز غنی‌سازی رسند برزیل 203,000 سانتریفوژ نصب شده. اشاره هم کردیم که اورانیوم اونجا 40 دلار برای هر کیلو برداشت میشه، سرمایه‌ای که نیاز داره. در یورنکو در نیو مکسیکو 3 میلیون سانتریفوژ غنی‌سازی وجود داره و هزینه در واقع بهره برداری اورانیوم غنی شده رو در آمریکا به 1/3 نسبت به نمونه‌های مشابه میرسونه. بحث بر سر این هست که اورانیوم کافی وجود نداره، مرکز غنی‌سازی هم مرکز غنی‌سازی نیست که حتی بخواد در استانداردهای بین‌المللی صرفه اقتصادی داشته باشه. چرا به نظر شما ایران حاضر این همه هزینه بکنه از این اورانیوم در این معادن بهره برداری بکنه و در مرکز غنی‌سازی که معلوم نیست نهایتاً چقدر جوابگو باشه به لحاظ اقتصادی؟ خب ببینید، یه سری اشتباهات فاکتوال در اون چیزی که الان گفتید وجود داره. اولا حدود 19,000 سانتریفیوژ در ایران مشغول به کار هستن و سانتریفیوژ هایی که در فوردو بودن اون اورانیوم غنی شده 19.75% رو تولید کرده که از طریق اون قطعات فلزی اورانیوم برای راکتور تهران استفاده شده. از اینکه بگذاریم، ببینید این گزارشی که شما اشاره کردید از طرف دو مرکز تحقیقات اومده بیرون و ادعا میکنه که هزینه اورانیوم اینقدر بالا هست و غیره، این از طرف دو ایرانی است که رکوردشون در مخالفت با جمهوری اسلامی خیلی واضح هست و بنابراین اونها با این تعصب خاصی که ضد رژیم داشتن اومدن عمدن قیمت رو خیلی بالا گذاشتن، هزینه خیلی زیادی نسبت به این مسئله منسوب کردن که به نظر من صحیح نیست. آقای دکتر افراسیابی، اجازه بدین یه لحظه برای اینکه بخوام این منبع این گزارش که گفتید من روشن بکنم، برای اینکه این طبیعتاً آقای واعظ و آقای سجادپور که این گزارش رو تنظیم کردن در مورد همین جدولی که ازش صحبت کردیم، منبعی که اشاره کردن منبعش به مرکز بین‌المللی آژانس انرژی اتمی هست. اطلاعاتی که به ویژه در مورد این جدول هست مشخصا از این گزارش در سال 2012 و 2011 در واقع گرفته شده. این منابع نه اشتباه میکنه. ببین، من اولا برای نه آقای کریم سجادپور نه آقای واعظ کمترین ارزشی برای نه الان که بحث شخصی که آقای مملو از اشتباهات آره، هستن. من بحث شخصی نداری، منظورم اون گزارش منبعش مخالفان رژیم هستن. نه، آژانس بین‌المللی هیچ وقت بهار روی مسئله اورانیوم تولید شده در ایران نگذاشته و اینها اومدن یک استفاده های نامطلوب کردن برای اینکه میدونید به نتایج خاص خودشون برسند و مشروعیت برنامه هسته ایران رو هم مثل آقای مصطفی زیر سوال ببرن که جدن جای تأسف کسانی که ادعای ایرانی بودن میکنن نباید اینجوری به انحراف برن. بسیار خب آقای دکتر مصطفی، البته بحث با آقای واعظ و آقای سجادپور در مهمان برنامه نیستن، ولی موازی اونها حداقل در مورد آقای واعظ که بارها در برنامه بوده موضوع روشنی هست. من مخالفتی در منافع ملی ایران در صحبت ایشون قطعا ندیدم، ولی ممکن اختلاف دیدگاهی وجود داشته باشه. آقای مصطفی، صحبت شما رو بشنویم، نقد آقای افراسیابی رو شنیدیم. بله، در مورد گچین یکی از علته که سازمان آژانس بین‌المللی اتمی میخواست اونجا رو بازدید بکنه فقط درباره میزان تولیدش نبود. گچین رو اول یک شرکتی به اسم کیمیا معدن به عهده داشت و برای آژانس تعجب بود که چه شکلی یک معدن اورانیوم رو به یک شرکت خصوصی دادن و این شرکت رو مربوط میتونستن به سپاه پاسداران، و بعدن ایران مجبور شد که معدن گچین رو انتقال بده به سازمان انرژی اتمی ایران و از اون به بعد هستش که
اجازه دادن که اونها بازدید بکنن، برن اونجا و مدارک رو ببینن، مدیریت رو ببینن، میزان تولید رو ببینن. این در مورد گچین. در مورد فکتوئل واقعا حرفای آقای افراسیابی باعث بسیار تعجبه. ایشون میگن من فکتوئل حرف نمیزنم، 0.5% نبوده، 55% بوده. خب اگر این مسئله فکتوئل ایشونه که من حتی مصاحبه مسئولان اون معدن رو دارم که مدعی هستن، در البته مصاحبه مال چند سال پیشه، که از 0.5% هم کمتره، 0.3% هستش و ناظران چینی هم که اونجا بودن از 0.5% کمتر این رو گزارش دادن. به هر حال حالا اون مسئله این نیستش که 0.5% هستش یا یکم بیشتر از 0.5%، هر کدومش باشه وقتی که کمتر از 1% باشه از نظر اقتصادی واقعا بصرفه نیست. البته ایشون حق دارن، کشورهایی هستن که غنی‌سازی اورانیوم میکنن و این کشورها اورانیوم هم ندارن، نمونهش در این فرانسه که من زندگی میکنم. اما دو تا تفاوت مهم وجود داره. تفاوت اول اینه که در فرانسه 55 راکتور اتمی وجود داره و برای کشوری که غنی‌سازی بخواد بکنه حداقل باید 10 راکتور اتمی داشته باشه تا غنی‌سازی به صرفه باشه، خصوصا غنی‌سازی که ایران به صورت زیرزمینی مثلا در فوردو میکنه یا در نتنز انجام میده، اینا مخارجش بسیار بالاتره. پس اصلا به صرفه نیست که برای یک راکتور اتمی کسی غنی‌سازی بکنه. ادعای ایرانی هستش که در سالهای آینده، در 20 سال آینده 4 راکتور دیگه و بعضی وقتا میگن 10 راکتور دیگه خواهند ساخت. ولی شما مثل این که شما یک کت شلوار فعلا احتیاج داشته باشید، یک چرخ خیاطی بخرید برای تولید یک کت شلوار و تازه پارچه هم برای این موضوع نداشته باشید. اینها هیچ کدوم توجیه اقتصادی ندارن و از نظر حقوق ملی ایران زیر پا گذاشتن حقوق ملی ایرانه و من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که این سیاست‌های ضد ایرانی رو افشا میکنم و متاسفم که یک عده از این سیاست‌ها دفاع میکنم. آقای مصطفی این نکته اگه صحبتتون نرم، من میخوام این نکته رو برای اینکه اشاره شد به مسئله پیامدهای زیست محیطی این برنامه و این معادن به ویژه برای اینکه از بحث معدن نمیخوام خیلی دور بشیم، اقدام اشاره کردیم. رئیس کنگره انجمن جراحان ایران این رو در داخل گفتن، کسی از خارج نگفته. صحبت از افزایش موارد سرطان‌های ریه و معده میکنه و اشاره هم کرده اینها احتمالاً به گفته ایشون، حالا البته سورس‌های دیگری ما ندیدیم، که گفتن ممکنه متأثر از فعالیت‌ها و بهره‌برداری است که در اون منطقه روی معادن یزد در ساقن در واقع انجام میشه و بحث 300 هزار تن ضایعات و زباله است که این بهره‌برداری در طول چند وقت اخیر به دنبال داشته. و مشکل دیگری که در گزارش‌ها انعکاس پیدا کرده بحث آب هست، یعنی اینکه بهره‌برداری اورانیوم میلیون‌ها تن آب نیاز داره. چقدر در واقع این مسائل لحاظ زیست محیطی میتونه شرایط رو برای ایران هم سخت‌تر بکنه به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ زیست محیطی بهره‌برداری از این اورانیوم‌ها رو؟ خب مسلماً که مسئله پزشکیش رو من از اونجایی که در حوزه تخصصی نیست نمیتونم بگم درست هست یا غلط هست، برای اینکه این گونه سرطان ها ممکنه علل مختلفی داشته باشه. یکی از علتاش هم میتونه این مسئله باشه، ولی من اطلاعی راجع به این مسئله ندارم. باید ببینیم که تعداد آماری بیمارها به طور آماری چقدر بوده و چقدر میتونه این مسئله صحت داشته باشه. ولی اونچه که در مورد میزان مصرف آب، واقعا آب خیلی زیادی احتیاج داره و این در کویر که آبی وجود نداره مجبور هستن از فاصله زیاد آب رو انتقال بدن در ساغند تا بتونن اونجا، البته ساغند قبلا سوغند به ترکی بوده، یعنی قند آب شیرین که یک چشمه کوچکی در اون چند کیلومتری بوده و الان اون چشمه الان خوش شده و این هستش که از فاصله بسیار زیاد مجبور هستن آب بیارن و خب همه اینها مسائل بسیار جدی داره. و بعد من نمیدونم واقعا آیا استانداردهای ایمنی برای کارگران ایرانی، برای مهندسین ایرانی رعایت میشه برای اینکه یا رعایت نمیشه، برای که در معادن زیرزمینی برای جان کارگرها و مهندسینی که اونجا کار میکنن باید یک اصول ایمنی در استاندارد بالایی رعایت بشه، برای که گازهای هسته‌ای اونجا ایجاد میشه و برای جانشون خطرناکه. به هر حال از این مسائل بگذرم، این هستش که
در مورد تولید اورانیوم و غنی کردن اورانیوم ایشون گفتن که من فکتوئل صحبت نکردم و ایران میتونه هنوز غنی سازی بکنه و شما هم گفتید من منظورم 20% بوده. نه من منظورم 20% نیست، همون 4% رو هم نمیتونن بکنن، برای که اگر دقیق بخونید اون قرارداد ژنو رو میگه به شرطی میتونن غنی سازی بکنن که اون غنی شده رو تبدیل به اکسید اورانیوم بکنن و ایران الان در شرایطی نیستش که اون رو تبدیل به اکسید اورانیوم بکنه، یعنی حداقل در این 6 ماه در اون شرایط نیستش. پس این در این 6 ماه حتی 4% هم زیر 5% هم نمیتونن غنی بکنن. حالا با توجه به اینکه میزان سانتریفیوژها رو کم کردن، با توجه به اینکه عملا در فوردو دیگه نمیشه غنی سازی کرد، میبینید که ما یک هزینه های بسیار عظیمی پرداختیم برای چیزی که نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، و اگر این هزینه ها رو ما در جاهای دیگه استفاده کرده بودیم، این سرمایه ها رو در جاهای دیگه استفاده کرده بودیم، الان وضعیت بسیار بهتری داشته باشیم. در شرایط فعلی برای ایران نیروگاه های گازی یکی از بهترین راه حل هاست و سرمایه گذاری روی انرژی های تجدیدپذیر مثل خورشید و باد و آب برای ایران بسیار بسیار مناسب هستند. اگر چند کشور باشند در دنیا که نیازی به انرژی هسته‌ای نداشته باشند، مسلماً یکی از اون کشورها ایرانه که منابع انرژی بسیار بالایی داره که میتونیم با حفظ محیط زیست از اونها استفاده بکنیم. و بالاخره این که من کوتاه بکنم، معادنی که ما داریم و آقای صالحی میگن که بیشتر از این هستش، خب کجا هستش؟ اگر ما اکتشاف نکردیم که شما اکتشاف کردید، چرا نمیگید که کدوم معادن دیگه هستن؟ همه میدونن اورانیومی که در ایران هست، غلظت اورانیوم سنگ معدن بسیار پایینه و ممکنه در جاهای مختلف ایران اورانیوم باشه، ولی اصلا از نظر اقتصادی به صرفه نیست و از نظر اقتصادی یک خودکشیه که به جای وارد کردن اورانیوم این کار انجام میده. و بالاخره این که اگر ما مجبور هستیم حتی به قول گفته آقای افراسیابی ما اورانیوم وارد کنیم، خب چرا اورانیوم غنی شده وارد نکنیم برای اون جایی که لازم داریم؟ فعلا که از روسیه برای بوشهر وارد میکنیم و میتونستیم همین کار هم برای تهران انجام بدیم. تمامی این سیاست‌های ایران سیاست‌هایی است که هیچ کدومشون هیچ توجیهی نه سیاسی دارن نه اقتصادی دارن و متفصلانه پاسخگویی هم برای این مسائل در ایران وجود نداره. آقای افراسیابی بشنویم واکنش شما رو. حالا من هرچی بیشتر به حرفای ایشون گوش میگیرم کمتر نقطه مشترکی میبینم که بتونم با ایشون موافقت بکنم. ایشون ادعا میکنن که توافقنامه ژنو ایران رو از حق غنی‌سازی در سطح نازل محروم میکنه و این کاملا اشتباه است. ایشون به این قرارداد به عنوان یک تسلیم ایران، تسلیم بزرگ ایران اشاره کردن که این هم مطمئنا اشتباه است و نشون میده که ایشون پاشون رو از سطح یک شیمیست به سطح دیپلماسی هسته‌ای گذاشتن که فکر نمیکنم که پیشینش داشته باشن که در این موارد بتونن به عنوان یک متخصص ابراز نظر بکنن، چون مسائل دیپلماسی هسته‌ای بسیار پیچیده هستند، هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت باید نگریسته بشن. یه نکته ببینید، بحث این هست که چرا ایران تلاش میکنه که تمام این فناوری رو ادعا بکنه که این فناوری بومی ساخت خودش هست. حتی چینی ها در گزارش متعدد آمده که اینها مراکز غنی سازیشون رو که میخواستن راه اندازی بکنن رفتن از روس ها مدل روسی رو در واقع سنتریفیوژ روسی رو کپی کردن و بازسازی کردن، اجازه هم خواستن از آژانس پینا به صورت قانونی انجام گرفت. اشاره کردید به اینکه کشورهایی هستن بلژیک سوئد بسیار کشورها هستن که اینا اورانیوم وارد میکنن و برشک مصرف میکنن در داخل برای نیروگاهایی که دارن، نمونه های متعددی رو داریم. بحث بر سر این هست که چرا ایران اصرار داره با اینکه به صرفه نیست به لحاظ اقتصادی و بسیار این رو تایید میکنن، خود شما هم گفتید ایران اورانیوم کافی، اورانیوم خام کافی نداره و حتی به لحاظ مقایسه با ابعاد غنی سازی که داره، اشاره کردید به فوردو که 3000 سانتریفوژ اونجا، ولی بر مبنای همین توافقنامه ژنو قراره که این 3000 سانتریفوژی که اورانیوم 20% تولید می‌کردن کاملا متوقف بشن، دیگه اورانیوم 20% اونجا تولید نشه. بس بر سر این هست که واقعا چرا به رغم اینکه صرف اقتصادی نداره ایران تلاش میکنه که بگه سانتریفوژ داخلی خودش میسازه، اورانیوم هم از داخل میخواد در واقع بهره برداری بکنه.
خب ببین، من مجددا باید یک سری اشتباهاتی که در صحبت هست رو تصحیح بکنم. قرارداد ژنو نمیگه که فعالیت سانتریفیوژها در فوردو یا نطنز متوقف بشه، بلکه از تبدیل اورانیوم غنی شده 20% به اکسید میکنه که اون هم میتونه دوباره مجددا تبدیل بشه از طریق یک پروسه ای، و تفاوت داره بین توقف و این روند. ببینید، کشورهایی که اشاره کردید در اروپا که وارد میکنن، خب اونها این معادن اورانیوم رو ندارن، ولی ایران داره، فرانسه نداره ولی ایران داره. و چرا استفاده از معادن اورانیومش برای حداقل تلاش برای خودکفایی باید یک فروش منافع ملی قلمداد بشن، چون که آقای مصطفی اعلام کردن؟ این واقعا مسخره است. هیچ گونه توجیه عقلانی، استدلال عقلانی برای رسیدن به چنین نتیجه‌گیری وجود نداره.